بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا تو سلامی، سلام از توست، سلام بر توست و بازگشت هر سلمی و سلامتی و امنیتی به سوی توست. پس سلام بر ما و سلام بر بندگان صالحت، سلام بر انبیا و اولیا و اصفیاء درگاهت، سلام بر شما سروران گرامی و میهمانان ضیافت رحمانی، سلامی جاودانه و ربانی که میفرماید و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هنگامی که بندگان من برای درک آیات الهی حاضر می شوند بر آنها سلام کن و بگو که خداوند بر نفس خود رحمت را سبز کرده است. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کن به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیدش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. با عرض ادب و احترام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی، توفیقی است که در این فضای روحانی و معنوی در کنار خان گسترده معنویت و عقلانیت صحیفه سجادیه قرار گرفتیم و از اندیشه های پاک و ناب معنوی امام سجاد علیه السلام بهره‌مند می‌شویم. بحث ما شرح دعای مکارم الاخلاق، دعای بیستم صحیفه سجادیه است که امام در فرازی که دیروز خدمتتون گفتگو کردم سه مطلب اساسی را ابتدا مطرح می‌کنند و بعد فرازهایی رو در ارتباط با این سه مطلب و سه درخواست به عنوان یک ضرورت مطرح می‌فرمایند. رسیدیم به این قسمت که فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد وکفنی ما یشغلنی الاهتمام بهی و استعملنی بما تسألنی قدن عنه و استفرد ایامی فیما خلقتنی له. این مقدمه اول بود که در دو جلسه گذشته ما گفتگو کردیم. در این دعایی که در اون مایه معنوی و عرفانی دارد، امام از خداوند تقاضا می کند که خدایا کفایت کن مرا در اون اموری که اهتمام به اون امور مرا از یاد تو و از توجه به تو و از پرواز به سوی معنویت باز می دارد. من مزه هایی رو چشیدم و لقمه هایی رو هضم می کنم که این لقمه ها و این مزه ها ذوق معنویت من رو مانع می شه. این اولین درخواستی است که امام در این فراز می فرمایند و انسانی که سلوک معنوی داره، یعنی انسانی که می خواد در فضای معنویت باشه، به آرامش برسه، امر اسپیریچوال را به قول امروز تجربه کنه، باید به این خواسته توجه بکنه که اموری هست که ما را غافل می کند، مشغول می کند و به قول قرآن ما را دچار لهو می کند. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الها کرده از شما را، یعنی دچار مشغولیت منفی کرده از شما را، تکاثر و فزونخواهی تا زمانی که به زیارت قبرها می روید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این الهایی که در قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این لهو همین است که امام در اینجا میگه خدایا من دچار لهو شدم، یعنی یه مشغولیت هایی تو زندگی نمیگذاره من پرواز کنم. این خواسته اول.
خواسته دوم فرمودن و استفر ایامی، خدایا روزگار من رو از اون اموری که مرا مشغول میکند خالی کن و مرا متوجه بکن به امری که برای اون امر من خلق شدم. لما خلقتنی له و اغننی، بله بله، بعد واستعمل، این قسمت رو فراموش کردم، قسمت دومش این بود، واستعملنی به ما تسألنی قدن انهو، خدایا منو مشغول بدار و منو به چالش بیار و منو در مسیری قرار بده نسبت به اون اموری من کار کنم که فردا از من سوال میکنه. خب این سه فرازی رو که من خدمتون گفتم در قسمت بعدی به این نکته معنوی و عرفانی حضرت امام سجاد توجه میکنم که اگر انسان بخواد اهتمامش فقط اهتمام امر معنوی باشه، اگر انسان بخواد به اموری بپردازد که در برابر اونها مسئول است، و اگر آدمی بخواد به مرحله‌ای برسد که مسیر زندگی او مطابق با هدف خلقت باشد، یه لوازمی احتیاجه و اون لوازم رو ما بحث میکردیم. اون لوازم از این قسمت دعا شروع میشه، میفرماید که و اغننی، اولین شرط این که من بتونم گام در مسیر معنویت بگذارم این است که من به غنای روحی و قلبی و فکری و ذاتی و درونی برسم. خدایا منو غنی کن، که گفتیم عرفا به ما جواب میدن اگر میخواید به غنا برسید باید به فقر برسید. آدمی که به فقر نرسه به غنای ذاتی نمیرسه. و فقر را سه شعبه کردیم: فقر زاهدانه، فقر عارفانه و فقر عاشقانه. و این شعار پیامبر اکرم است که میفرماید الفقر و فخری، فقر فخر من است. تعابیری که در مورد فقر کردیم، یعنی اگه واقعا آدم به فقر برسه، نه فقر اقتصادی، یعنی بسنده کردن به اون چه که زندگی من رو اداره میکنه، بسنده کم به دنیا، توجه کم به دنیا، دنیا محبوب من نشه، تمام اهتمام من و هم من ثروت نباشه، قدرت نباشه، شهرت نباشه، من به یک غنا ذاتی میرسم، در من این غنا تحقق پیدا میکنم. و اغننی و اوسع علی فی رزقه، قسمت دوم این بود. حالا که من میخوام غنای ذاتی، به غنای ذاتی رسیدم، در درونم به لحاظ بیرونی هم من باید توسعه اقتصادی داشته باشه زندگی، و من باید به لحاظ رزق تأمین بشم. پس دعای امام این است و اغننی و اوسع علی فی رزقک، خدایا وسعت بده، توسعه بده در زندگی من نسبت به اون رزقه. خب بعد میفرماید، در اینجا یه عبارتی من براتون آوردم، پیغمبر اکرم میفرماید لیس الغنا، منظور از غنایی که گفته میشه این عبارت از این نیستش که ان کثرت الارض، از این که شما ارضها، ثروتها، زیباییها، خانهها، باغهای شما زیاد بشه. ارض یعنی این، لیس الغنا ان کثرت الارض ولکن الغنا غنا النفس، این که انسان آدم سیری باشه، همون که مولانا گفت دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این همونه، لیس الغنا عن کثرت الارض، غنا عبارت است از کثرت ارض و سرمایه نیست، بلکه چی است؟ ولکن الغنا غنا النفس، این نفس به اون بینیازی و غنا برسن. یعنی شما یه موجودی بشوید که به بینیازی برسه، نیاز درونی، نیاز به بینیازی قلبی، غنای باطنی. خب قسمت بعدی، برای اینکه من بتونم معنوی بشم، امام فرمودن که ولا تفتنی بالنظر یا ولا تفتنی بالبتر، اینم توضیح دادم خدمتتون، خدای من آزمایش نکن با در مسیر، در این مسیری که من قرار دارم منو امتحانم نکن. بتر رو گفتیم به معنای خودخواهی و کبر است، و نظر رو هم براتون توضیح دادیم. خدایا منو امتحان نکن در این که من انتظار رزق رو داشته باشم، نظر رو به معنای انتظار گرفت. خب حالا قسمت جدیدی که من میخوام بگم، در قسمت بعدی، یعنی این لوازم اون سه خواسته اصلی که ابتدا مطرح میشود، امام میفرماید و اعز زنی، خدایا مرا عزیز کن،
و اعزنی. من اگر عزت نداشته باشم و دچار ذلت بشم نمیتونم اهتمام نسبت به امر قدسی و امر معنوی داشته باشم. شما این آیه قرآن رو توجه دارید، در سوره منافقون آوردیم براتون. خداوند میفرماید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اختصاص دارد برای خدا و لله، این لله که اول میاد یعنی انحصارا عزت از آن خداست و یکی از نام‌های خداوند عزیز است. ولی رسوله، عزت مال رسول است، ولی المؤمنین و اختصاص به انسان‌هایی دارد که به ایمان رسیدن، ولی منافقین این رو درک نمی‌کنند، چون این آیه در سوره منافقون در اونجای نازل میشه که منافقین میگن وقتی که ما رفتیم مدینه ما به عزت میرسیم، عزیزها ذلیلها رو بیرون میکنن و یخرجن الاعز من هل ازل، اونهایی که عزیزن ذلیلها رو بیرون میکنن. خدا میگه بله اونهایی که عزیزن ذلیلها رو بیرون میکنن، ولی ولله العزت، عزت از آن خداست. خب عزت یعنی غلبه و استیلا. شما اگر غلبه و استیلا داشته باشید در هر موقعیتی، اونجا به شما میگن عزیز و شما عزت دارید. اونجایی که بر شما غلبه پیدا بکنن و شما مغرور بشی و شما مسلط باشن، خب شما عزتی ندارید. اونجایی که آزادی خودتون از دست بدید، شما دچار ذلت شدید، شما عزت ندارید. حالا این عزت چیه؟ این عزت، عزت باز درونی است که امام میفرماید اگر من به اون عزت درونی نرسم، اگر من عزت باطنی نداشته باشم، نمیتونم به اون مرحله اهتمام به امر قدسی و امر معنوی برسم. خب این عزت چیه؟ قبلا براتون عرض کردم مرتب. عزت عربها به زمینی که آب بریزن و آب توی اون زمین فرو نره، به اون زمین میگن این زمین عزیزه. ارض العزاز، ارض العزاز یعنی زمین نفوذ ناپذیر، و آدم عزیز یعنی آدم نفوذ ناپذیر. خداوند عزیزه یعنی که هیچ چیز در خداوند نفوذ نداره، چون خدا غنی به ذات است، هیچ چیز در او اصلا نفوذ نداره. اگر پول سوار من شد، من بنده پول شدم، من ذلیل پول شدم، پس اینجا مقبول شدم دیگه، پول بر من مسلط شد. اگر علم بر من مسلط شد، علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان، مولانا میگه ای بسا هوش و ذکاوات و فتن، گشته رهرو را چغول راهزن. علم بر من مسلط بشه، قدرت بر من مسلط بشه، شهوت بر من مسلط بشه، من ذلیل میشم دیگه، من ذلیل شهوتم میشم، ذلیل این سائقه های درونی میشم. اگه من ذلیل سائقه های درونی شدم دیگه عزت ندارم. اما ولی الله العزت، عزت مال الله هست. اگه من میخوام به عزت برسم باید الله نما بشم. اصلا آیت خلقت هم که در اینجا اشاره میکنه، چند روز پیش عرض کردم خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ خداوند برای این خلق کرد که آینه بسازد. آینه سازی خواست ایجاد بکنه، آینه هایی که الله را نشان بدن. اگه من الله را نشان بدم من به اون عزت میرسم. و اعزنی، خب حالا عرض میکنم که و اعزنی میفرماید که خدایا به من عزت بده، طلب عزت میکنم. قسمت بعدی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا منو مبتلا به کبر نکن. یعنی اینا همه لوازم اون حرکت ها، اون سه تا خاصه اول یادتون بیاد، اون سه تا خاصه اول اگه تو زندگی ما به عنوان امر معنوی بخواد تحقق پیدا بکنه، اون سه تا خاصه شرطش ایناست من دچار کبر نشوم، دچار نخوت و دچار غرور نشوم. کبر به معنای خود بزرگ بینی. ولا تبتلینی بالکبر، شما توجه بفرمایید، بنده این رو قبلا خدمت خانم‌ها و آقایون عرض کردم، خصلت‌های ما، خصلت‌های اخلاقی ما، این خصلت‌های اخلاقی یک قوس صعود دارن، یک قوس نزول دارن، یک حد وسط دارن. تمام خصلت‌های اخلاقی اینطوری هستن، یه حالت صعود و افراط دارن، یه حالت سقوط و تقلید دارن، یه حالت اعتدال دارن. مثلا در قوه شهوت، قوه شهوت یعنی قوه‌ای که انسان حرص میزنه و جلب منفعت میخواد بکنه، شهوت فقط شهوت جنسی نیست، اونجایی که حرص میاد من میخوام جلب منفعت کنم، اون قوه رو میگن قوه شهوت. این قوه شهوت حالت صعود داره، یعنی به نقطه اوجش که میرسه در عرفان بهش میگن شرح،
شین و ر و هی آخر شرح، یعنی یه حالت حرص مطلق وجود انسان رو میگیره. شکم پرستی، شهوت پرستی، زر پرستی، دنیا پرستی. در کتاب تاریخ تمدن ویندوران میگه در به قوم یهود که مراجعه کردن ویندوران در حال جلدش رو یادم رفته، در یکی از مجلدات تاریخ تمدن در اونجا دارد که این یهودی ها اینقدر شکم پرست بودن که سالن های بزرگ ایجاد کرده بودن، بعد میرفتن غذا میخوردن، در اون غذا میخوردن، وقتی سیر میشدن سالن دیگری بود میرفتن، معذرت میخوام، با پر طاووس میکردن تو حلقشون که غذاهایی که خوردن بالا بیارن، شکم تخلیه بشه، باز میان بخونن لذت. این میشه اوج قوه شهوت، یعنی به اونجا میرسه انسان. متوکل عباسی هزاران زن زیبا داشته و رقاصه، در تاریخ نوشتن سه شبانه روز با لاشه یک کنیز هم بستری کرده، در تاریخ زندگی متوکل عباسی. انسان به این درجه میرسد، انسانی که با لاشه یک کنیز سه شبانه روز با داشتن هزاران زن زیبا و رقاصه هم بستری میکنه، و انسانی که در کاخ در بسته پرنسس مصر در برابر زیبایی زلیخا میگه معاذ الله و زندان نابر میگذیند و دامنش به گناه آلوده نمیشه، از اون ور انسان به اونجا میرسه. اون حد وسطه. حد سقوط شهوت هم خمودی هسته، یعنی انسان نخوره، انسان اصلا زیرتی زیب دنبال زیوری نباشه، اشتهای خودش رو کور کنه و از اون ور سقوط بکنه. هر دوی اینها، حالت صعود و حالت نزول، حد وسط دارد. حد وسط قوه شهوت عبارت است از عفت، انسان عفت داشته باشه. ترس هم همینطور، شجاعت هم همینطوری، یه نقطه اوج داره بهش میگن تحور و بیباکی. یا آقا من 40 تا تخم مرغ رو یه جا میخورم، این آدم تحول و بیباکی داره. یا میگه از این پشتمو خودمو پرت می‌کنم پایین، یا میگه این وزنه رو بلند می‌کنم، فکر می‌کنه شجاعته. اینو میگن تحول. شیر و حیوانات شجاعت ندارن، تحول دارن. این اوجش. اما نقطه به اصطلاح سقوطش جبنه، جبن یعنی ترس، ترسوه. حالت اعتدال شجاعته. حالا من اینو میخوام به شما بگم، یک حالت سقوط ما داریم، اسمشو در عرفان میذارن ذراعه، یعنی زادره علف عینه. یعنی چی ذراعه؟ یعنی تحقیر خود، خود کمبینی. همه جا شما خودتو کم میبینی، این خیلی بده. این بزرگترین نقطه سقوط انسانه که انسان خودشو کم ببینه، خود کمبینی. من از همه زشترم، من از همه ندارترم، من از همه بدبخترم، من از همه پسترم. اصلا حرمت نفس و اعتماد به نفس نتیجهش این است که انسان از اون جهت که مخلوق خداست یک، و از اون جهت که اشرف مخلوقات است، و از اون جهت که این انسان شریف است، این انسان، هر انسانی در رتبه خودش شرافت داره، شرافت ذاتی داره. هیچ انسانی از انسان دیگری نه برتر است، نه بالاتر است، نه پایین‌تر است، نه پستر است. به لحاظ ذات انسانش انسان کرامت داره. بنابراین این حالت، حالت خودکمبینی که من ندارم، من در برابر شما ندارم، نه شما خیلی چیزا دارید، فقط ما دست میزنیم به اون تمایزها و امتیازها. حالا بحث روانشناسیش الان نمیخوام وارد بشم، چون میخوام بحث صحیفه رو ادامه بدیم. بحث درس خیلی قشنگ امشب دارم، حالا بهش هنوز نرسیدم، میرسم. خب اینجا این نقطه سقوطش میشه ذراعه، یعنی خودکمبینی. نقطه اوجش میشه کبر، که خودم بالاتر از همه میبینم، اول از همه منو باید دعوت کنم، اول از همه باید به من تلفن، اول از همه باید به من احترام بگذارم. این خود بزرگبینی که در اونجا انسان رو به فرعونیت میکشاند. خب اعتدالش چی میشه؟ اعتدال این میشه تواضع، میشه فروتنی، میشه خضوع، میشه خشوع. خضوع و خشوع هم قلبن خاضعم، هم جسدم و جوارحم خاضع و خاشع هستم. اینجا امام میفرماید که ولا تبتلینی بالکبر، خدایا منو مبتلای به کبر نکن. و اصلا توی عرفان دستور داریم برای اینکه کبر شما کوچیک بشه، مثلا شما به همه سلام بکنید. اگه بخوای تمرین بکنی مدیتیشنش اینه که از فردا به هر کس رسیدی سلام بکن، صبحت بخیر، سلام، صبح. هر جا که میخوای بری ممتاز نکن خودتو، نرو اون عقب بشین، نرو این بیاین جلو بشین، توجه بفرمایید. برو در بین مردم، پیامبر میفته در بین مردم، یه حلقه ای بوده. اگه کسی وارد می‌شده پیامبر رو نمی‌شناخته، می‌گفته کدام میگه شما پیامبرید؟ اینطوری نمیده یه جایگاهی برای پیامبر باشه، جدای از مردم باشه. نباید اینطور باشه. در بین مردم، در متن مردم، همین اینا آدم رو
اینطوری بار میاد. ببین اگه بنده بیام وارد مجلسی بشم، مجلس سخنرانی من باید برم جلو بشم، چون بالاخره میخوان اسم منو ببرن. اتفاقا مجالس ما هم یه جوریه که کبر ایجاد میکنه. حاجا آقا بفرمایید، حاجا آقا کردن میاد، آقا بفرمایید، نه 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 بالا بچه‌ها، اصلا میگه جای شما میره بالای بالا. انقدر میگن، انقدر میگن، این اگر به یه روزی میرسه که اگر یه مرتبه چی به این حرمتی نذارم از این بابت به این شکل، این به خودش میگیره. ای اینا چرا این کارو نکردن؟ بنده بارها این ماجرا رو برای شما تعریف کردم. این خیلی که امر بر انسان مشتبه میشه، مثل مولانا نصرالدین که به بچه‌ها گفتش که اومدن 60,000 گفت اونجا حلوا میفروشن، حلوا خیر میکنن. بچه‌ها رفتن یکی یکی وایسادن، گفتن وایسید الان اون خونه میخوام بهتون حلوا بدم. انقدر صف طولانی شد مولانا گفت حتما حلوا میدن، خودش هم رفت تو صف وایساد. گاهی امر بر انسان مشتبه میشه. من این داستان رو نقل کردم که در تلویزیون ایران یه عرض کنم که سریالی نشون میداد، خیلی قشنگ بود. یه آقایی سوار موتورگازی بود، از خیابان آیت الله طالقانی این داشت میرفت به سمت خیابان ولیعصر. خیابان آیت طالقانی زیاد چهارراه داره و بعد این سر هر چهارراهی که میرسید میدید که افسر راهنمای رانندگی سر چهارراه برای اون علامت احترام نظامی میزنه. این آقایی که سر چهار بود، چهارراه اول که دید که این احترام زد، خود تعجب کرد که یعنی که برای من احترام داشت. رفت چهارراه دوم، برای این باز به مرتبه احترام داشتن. چهارراه سوم، چهارراه پنجم، چهارراه ششم، خلاصه چهارراه هفتم، همینطور این تمام معمولین برایش احترام میدن. حالا نگو این پشتن این موتور یه بنز شهربانی، بنز رانندگی بود، فرمانده نیروی انتظامی عقب نشسته بوده، اینا به این داشتن احترام میذاشتن. به چهارراه هفتم که میرسه این بنز میپیچه میره تو فرعی، دیگه چهارراه هشتم بهش احترام نمیذارن، چهارراه نهم از موتور میره پایین، میره یقه آقای افسر میگیره. تو برای چی من احترام نمیذاری؟ همه اونا به من احترام گذاشتن، همه اونا بر انتقام میگیره. اصلا این حالت هست که حضرت علی میگه اتق شر و من احسنت الیه، بترس از شر کسی که به او خوبی میکنه. یعنی شما داری با ماشین میای اینجا، یه نفر کنار خیابونه، بفرمایید منم شما رو برسونم، سوار میکنیم. فردا میبینید باز همون وایساده سوارش میکنیم، پس فردا سوار میکنیم. روز چهارم یک دلیلی داریم نمیخوای اون رو سوارش کنیم. وقتی سوارش نمیکنی در صدد انتقام بر سوار هم نمیکنی، حالا پدر زدن تو چطور تو این سه روز منو سوار کردی، امروز منو سوار نکردی. این حالت، این حالت روانی و واقعا انتقام میگیره، یعنی یه جوری بالاخره انتقام میگیره که چرا منو سوار نکرد. این مسئله خیلی مهمه. این هستش که ما باید تمرین خضوع و تمرین خشوع بکنیم، به بزرگترهامون سلام بکنیم، به کوچکترهامون. حتی پیغمبر اکرم وقتی که از خانه می اومده بیرون، تمام بچه‌ها میگفتن او اون آقایی که به ما سلام میکنه اومد. این پیغمبر اینطوری بوده، پیغمبر به بچه‌ها هم سلام میکردن. حالا شما بزرگان ما رو یه جایی که وارد میشن یه جوری نگاه میکنن که همه بهشون سلام بکنن، حتما باید به آقا سلام بکنن، جلوی پای آقا حتما باید بلند شن. اینا همه ریشه های کبره و برمیگردن به اون خودیت. ولا تبتلین، یکی از دعاهای حضرت اینه، خدای منو مبتلا به کبر نکن. اگه من مبتلا به کبر بشم دیگه فاتحه معنویت رو باید بخونم، چون دیگه نمیتونم برم اهتمام بکنم به امر معنوی. و اون اوج کمال کلام امام سجاد اینجاست. یعنی همه این حرفا، همه این سخنان، همه معنویت، همه پروازها در این یک کلمه خلاصه میشه. میفرماید و عبدنی لک، خدایا منو عبد خودت بکن، منو برای خودت عبد، به اون مقام عبد برسون، مقام عبودیت. چند روز قبل خدمتتون عرض کردم که مقام عبودیت مقامی هست، عرض میکنم خدمتتون که خیلی معذرت میخوام، مقام عبودیت رو که مطرح کردم، عبد با عابد فرق میکنه. عبودیت یک مقامی است، یک عرض میکنم که عابد، مثلا شما نماز میخونید شما عابدی، اینو گفتم دیگه، حالا تکرار نمیکنم. مقام عبد با عابد فرق میکنه. سبحان الذی اسرا به عبده. خب توجه بفرمایید، عرض کنم که در عرب میگن العبد المعبد، به شتری که رامه میگن معبد. شتر رام شده، شتر آخه خیلی چموشه، مسته، وقتی که این شتر رام میشه به اون میگن عبد المعبد. یک جاده‌ای که شما داری راه میری میگی چقدر این جاده صافه، من چقدر راحت توش رانندگی میکنم، به اون جاده میگن، عرض میکنم که طریق المعبد، راهی که این راه معبد است. خب یعنی چی؟ یعنی همواره، یعنی این راه همواره.
ناخالصی، ناهمواری در این راه شما پیدا نمی‌کنید. حالا آدم، این کلمه معبد است، همون کلمه عبودیت است. آدمی که به مقام عبودیت رسیده، وجودش خالص خالص شد، وجودش هموار رام است در برابر حقیقت، رامه در برابر حقیقت، خاضعه و خاشعه. و دعای تمام انبیا، شما بخونید در سوره یوسف، حضرت یوسف میگه خدایا به من عزت دادی، سلطنت دادی، خدایا مرا مسلمان بمیران، یعنی منو در اون به اون حقیقت تسلیم، یه کاری کن که من عبد محض تو بشم، به اون اوج تسلیم من برسم. خب حالا من برای اینکه این عبودیتی رو که این همه ما در موردش صحبت کردیم و بعضی از دوستانم سوال میکنن، من در اینجا تکمیل این بحثم برای اینکه عبودیت رو برای شما تشریح کنم و تبیین کنم، یکی از بزرگترین آثار عرفانی رو الان میخوام خدمت رو تقدیم کنم. و اون اثر عرفانی که هزار و چند صد سال است تمام عرفا بر تعلیمات این اثر تأکید میکنند، اسمش هست حدیث عنوان بصری، در بعضی از جا به نام حدیث دوست معرفی شده است. ما توجه بکنید، امشب شب 14 ماه مبارک رمضان این حدیث عنوان بصری افطار ما باشد، چون بالاخره عرفا که ما عارف نیستیم ولی عرفا رو دوست داریم، اگه میخواییم تو مسیر عرفان و معنویت حرکت بکنیم، عارف هم افطار میکند. افطار عارف دیدار با جمال حق است، دیدار با حقیقت است. گاهی شما یه شخصیتی رو میبینی، یه شخصی که خیلی دوستش داری میبینی، اصلا خوردن رو فراموش میکنی، میگی فعلا جمالش رو عشق است، من کاری ندارم به اینی که میخوام اینا رو بخورم، من به خوردن کار ندارم. در اینجا هم همین، عنوان بصری اسم یه آقایی، اسم شخصیتی است به نام عنوان بصری که 94 سال از عمرش گذشته بود، ولی در عین حال در این 94 سال دائما در حال طلب بوده، ارادش اینقدر قوی بوده، دست در طلب ندارم یا کام من براید یا جان رسد به جانم. این طلبی که در وجودش بوده، یک حدیثی به نام حدیث عنوان بصری رو رقم زده. و این حدیث رو هم سید ابن طاووس، شخصیت بزرگیست در عرفان ما و در عرفان اسلام و علامه مجلسی و شیخ باهایی و دیگران نقل کردن، عنوان بصری که از این عبودیت صحبت می شود. خب من وقت شما رو نمی گیرم، این حدیث رو خدمتون می خونم. ان عنوان بصری، یعنی این حدیث، این کلمات از این شخصیت صادر شده که 94 سال از عمرش می گذشت. ان عنوان بصری و کان شیخا کبیرا، یک شیخ بسیار کبیر بوده. شیخ یعنی در زبان عربی شیخ کسی که پول زیاد داشته باشه بهش میگن شیخ، کسی که زن زیادی داشته باشه بهش میگن شیخ، کسی که عرض کنم که عمر زیاد داشته باشه بهش میگن شیخ. یعنی اگر یه نفر 90 سال 80 سال 70 سال عمرش باشه به این میگن شیخ، شیخن کبیرا. قد اتا علیه 94 سنه، عمرش هم 94 سال بوده. عقولو عرض میکنم که بله، حالا این عقولو شما نمیگم، در نسخه شما کنتو داره دیگه، کی کنتو اختلف، این داره نقل میکنه برای ما اون قسمت، یه قسمت اول مقدمه داره وقت رو میگیره، قسمت اصلی رو من میخوام بگم. قالو کنتو اختلفو الا مالک ابن انس، یه شخصیتی در تاریخ است به نام مالک ابن انس. مالک ابن انس که میشود رهبر فرقه، رهبر عزیزان اهل سنت در از خورم که مذهب مالکی، انس ابن مالک شاگرد امام صادق بوده، ولی از اون شاگردایی بوده که تا یه چیزی یاد میگیرن شاگردا استقلال پیدا میکنند و خودشون مکتبی تشکیل میدن. میگه او کنتو اختلفو الی مالک ابن انس، اختلفو یعنی من رفت آمد میکردم، اختلف در زبان عربی اختلاف یعنی زیاد رفت آمد کردن. در دعا داریم که میگه مختلف الملائکه، مختلف الملائکه یعنی این حرم تو ای امام رضا محل رفت و آمد ملائکه هستی، مختلف الملائکه این رفت آمد. میگه من رفت و آمد میکردم الی مالک ابن انس، سنین سالیان زیادی میرفتم پای درس مالک ابن انس. فلما ما قدم جعفر صادق علیه السلام، وقتی که امام جعفر صادق المدینه اومد توی مدینه، اختلفت و الیه، من در ذهن تو درس ایشون هم شرکت میکردم و احببت و ان آخذ، دوست داشتم که اخذ کنم انهو از او، کما اخذت و ان مالک، همینطوری که از مالک درس میگرفتم
دوست داشتم که از او هم عرض کنم که درسی بگیرم. بله. بعدش مال شما چی هست؟ بله. بله. این قسمتش رو چون من ندارم در اینجا قسمت عربیش رو بله اینجا هستش. یه صلواتی بفرستیم. اللهم عرض کنم خدمتتون که این در این قسمت من این قسمت رو تعریف میکنم براتون، بعد میرسیم به مطلبی که من دارم. این مال این عنوان بصری میگه که من خیلی دوست داشتم محبت وقتی که رفت آمد کردم به درس امام صادق علیه السلام، محبت امام صادق در دل من افتاده بود و من میخواستم که خودم رو بسپارم به امام صادق و به لحاظ وجودی و به لحاظ عرفانی و باطنی مسائلی داشتم، سوالاتی داشتم و رفتم دم خانه امام بیتوته کردم، نشستم و شخصی آمد، خادمی اومد در رو باز کرد، گفتم امام در حال نماز هستم، منو نپذیرفتم. بعد در یه ملاقاتی که میگه موفق شدم خدمت امام برسم، امام فرمودن که من فرد مطلوبی هستم و عرض میکنم که و به یک مدیتیشنی نسبت به ذکر اولاد مشغول هستم. حالا اون قسمتی که امام بهشون داره صحبت میکنه در اون ملاقاتی که با امام صادق داره، اون قسمت رو من براتون قرائت میکنم. فقال لی یوما، داره آقا وردی، فقال لی یوما، یعنی امام یه روزی به من گفت انی رجل مطلوب، من یک مرد مطلوبی هستم. امام صادق فرمود یعنی من یک فرد مشهوری هستم که زیاد به من مراجعه میکنن چون کلاس داشتن امام صادق، و معذاله لی اورادون، برای منم مدیتیشن هایی هست، اوراد ورد ها و ذکر هایی هست، فی کل ساعت من آنا الیل، در طول شب من یه سری مدیتیشن دارم. من نه فلا تشغلی، وقت منو نگیر، اگه واقعا طلب در وجود نیست وقت منو نگیر، ان ورد و خود ان مالک، برو از مالک درس بگیر، وقت تلف الک، برو پیش مالک، کما کنت تختلف و الک، کما که تا الان هم تو پیش مالک بودی. بعد میفرماید که فقط تمام تو من ذالک، من دچار غم شدم از این مطلب چون امام منو رد کردن. خب اینا وظیفه‌شون این بوده وقتی که اولیاء الله شخصی میرفته خدمتشون که میخواسته از اونها مطلبی بگیره، اینها رو محک میزدن که ببینن آیا واقعا اینا اومدن وقت ایشون رو بگیرن. آخه بعضی ها میرن مثلا دیدن یک ولیگی، دیدن یک بزرگی، فقط میخوان قیافش رو ببینن یا همین یه مقداری صحبت بکنن، آیا اینا اومدن وقت این ایشون رو بگیرن یا اینکه نه اینها واقعا طلب در وجودشون هست. میگه فقط من تو منزاله، من خیلی قصدار شدم و خرش رو من انتهی و خارج شدم از خانه امام و قلت و فی نفسی، با خودم صحبت میکردم، لو تفر رسه فی خیرن، لو تفر رسه، اگه امام در وجود من خیلی میدید، لما زجرنی عن الاختلاف الی و الاخذ عنه، منو رد نمی کرد از این که بیام خدمت ایشون و از ایشون درسی بگیرم. چی کار کردم؟ غم وجودم رو گرفته بود، دلم شکست. فدخلت مسجد رسول صلی الله علیه و آله، رفتم توی مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر، سلام دادم به او، ثم رجعت من القبر، فرداشم باز دو مرتبه آمدم و صلیت فیها رکعتین، دو رکعت نماز خواندم و قلت اسألک یا الله یا الله، دعا کردم ای خدا، ام تعتف علی قلب جعفر، خدایا قلب امام صادق رو متوجه من بکن، و ترزقنی من علمهی، و خدایا رزق و روزی من بکن از علم امام صادق، مهتدی بهی الی صراطک المستقیم، تا اینکه من به وسیله اون علم هدایت بشم به صراط مستقیم. و رجعت الی داری، و رجوع کردم به سوی خانه خودم مختمن، خیلی قصدار بودم، و لم اختلف الی مالک ابن انس، دیگه درس مالک هم نرفتم. لما، چرا؟ اشته و قلبی من حب جعفر، محبت امام صادق تمام قلب منو گرفته بود. فما خرجت من داری الا الی الصلاة المكتوبة، از خونم هم بیرون نمی آمدم مگر برای نمازهای واجب برم مسجد، حتی عیل صبری، دیگه صبر من تمام شد. فلما ذاق صدری، وقتی سینم به تنگ اومد، تنعمت و کفشامو برکشیدم و تردیت و اراده کردم و قصدت و جعفرم، رفتم به سمت خانه امام جعفر صادق، و کان بعد ما صلیت العصر، بعد از نماز عصر بود. خب استعظمت علی،
از دخول طلبیدم، گفتم من میخوام وارد خانه امام صادق بشم. فخرج خادم لهو، خادمش اومد، فقال ما حاجت تو چیست؟ فقال السلام علی الشریف. اون موقع به ائمه و به خاندان پیغمبر مردم که میخواستن اینا رو صدا بزنن، خب چی صدا میزنن؟ گفتن آقا جعفر. نه، میگفتن شریف، مثل حالا مثلا شما میگی سر، آقا، حاج آقا، مثلا ما میگیم حاج آقا تشریف آوردن، اونا میگه شریف، من با شریف میخوام ملاقات کنم. فقال هو قائم فی مصلی، اون در حال عبادت است. فجلست به حذاء بابی، منم مقابل در خانه امام صادق نشستم. فما لبست الا یسیرا، زمانی نگذشت از خرج خادمون، یک مرتبه خادمش اومد، فقال، گفت ادخل علی برکت الله، داخل شو و برکت خدا رو درک بکن. فدخلت و سلمت علی، داخل شدم بر امام صادق سلام کردم. فرد از سلام و قال اجلس، امام فرمودن بشین، خدا تو رو ببخشه، گفتش بشین، خدا تو رو ببخشه. فجلست، منم نشستم. فاطرق ملیگم، سکوت کرده بودن ایشون. ثم رفع رأسه، سرشون انداخته بودن پایین، سرشون بلند کردن، به من نگاه کردن و گفتن قال ابو من، در زبان عربی بی احترامی بود که اگه اسم کسی رو صدا میکردی، مثلا میگفتی علی اومد، محمد اومد، جعفر اومد، یک نیک نیمی، یک نمیدونم چی میگن ها، عرض کنم که لست نیمی، یک چیزی بهش میگفتن کنیه، نیک نیمی شد اون کنیه، یک کنیه، کنیه هم با ام و ابو آقا بشن، ابو القاسم، ام البنین اینا. میگفت تو کنیه چیه؟ ابو من یعنی شما ابو چی هستی؟ فقلت ابو عبدالله، من ابو عبدالله هستم. اینجا کلمه عبدالله مطرح میشه. قال حضرت صادق دعا کرد، ثبت الله کنیتک، خدا این کنیه تو را تثبیت بکند و وفقک یا ابا عبدالله. یعنی اینجا امام صادق دعا کرد که انشاءالله این اسمی که رو توه این در مورد تو تثبیت بشه. بنده باور کردم که بعضی ها اسمشون با مسماشون نمیمونه، توجه فرمودید یا نه؟ اسمی که روش گذاشته، مثلا اسمش رو گذاشته صدف ولی خیلی سیاهه، خب این صدف با این سیاهی چه میزانی داره، توجه فرمودید؟ یا مثلا فرض کنید که به ما میگن کوپایه، اصلا نه با کوی داری نه پایه‌ای داری، هیچی نیستی، تفهم نیستی، به ما میگن کوپایه. ببین حالا تا میگن کوپایه یه چیز بزرگی، شخص بزرگی، کسی فرض کنم که کوپایه، یا مثلا اسامی که مثلا اسم شده مثلا عارف، مثلا اسم صدام بوده حسین، حالا خود صدام یعنی بسیار صدمه زننده، اما حسین نشد حسین، آقا این متناسب باهاش نیست. میگه این اسمی که رو خودت گذاشتی متناسب باهات باشه ان شاء الله. ما مسئله تو، خب حالا بگو ببینم که سوال چیه؟ اینجا سوال بحث من اینجاست، خواهش میکنم اینجا گل بحث من اینجاست. گفت سوال چیه؟ وقتی که امام صادق اینو به من گفت، من تو وجودم با خودم حرف میزدم، یعنی فقل تو فی نفسی، حدیث نفس میکردم با خودم، میگفتم که لولم یکون لی من زیارته و تسلیم غیر حاضر دعا لکانه کسی. اگه واقعا من اومدم زیارت یک ولی از اولیاء الهی مثل امام صادق، فقط همین دعا رو برای من کرده، همین برای من خیلی از سرم زیاده. یعنی اگه من همین دعا رو عمل بکنم که عبدالله باشم و عبودیت در من تحقق پیدا بکنه، همون برای من کافی هست، همون برای من کافی. ثم رفع رأسه ثم قال ما مس، تو باز مرتبه امام صادق از من سوال گفتن سوالتون چیه؟ فقلت سألت الله ان يعطف قلبك علي، من تمام وجودم و سؤالم و خواستم اینه که شما منو دوست داشته باشی و یرزقنی من علمک و از علمتونم به من بدید و ارجو ان الله تعالی اجابن، امیدوارم خدا به من جواب بده، فشریف ما سألته، در وجود شما اون سوالاتی که دارم. فقال یا ابا عبدالله، برگشت امام صادق به من گفت، از اینجا شروع میشه، لیس العلم بالتعلم، علم دنبال علمی، علم با تعلم به دست نمیاد، یعنی تو نمیتونی بری این علمی که ما داریم میگیم، یعنی معنویت و امر اسپریچوال، یعنی علم الهی، نه علم فیزیک و علم شیمی و علم این علوم، نه ها، علمی که دنبالشی، یعنی تو دنبال یه مسئله هستی، این با تعلم به دست نمیاد، با کتاب خوندن و کلاس رفتن به دست نمیاد، اون علمی که باید برسه. لیس العلم بالتعلم انما هو نور، علم نوری است که یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، خدا در قلب هر کس که بخواهد قرار میده، هر کس که بخواهد یعنی هر کس که لیاقت پیدا بکنه، چون علم نور است و اصلا علم هجوم نور است،
این علمی که اینجا گفته می شود علم عرض کنم که اکتسابی نیست، علمی نیستش که من به کتاب ها هجوم ببرم، این علمی است که من کاری می کنم که دانش به من هجوم ببرد. به قول علی علیه السلام حجم العلم، علم به اینها هجوم می آورد. و این از طریق، از چه طریقی تحقق پیدا می کند؟ حالا میگه و تعالی ان یحییهم، علم نوره، از جنس نوره، نه این علم هایی که ما داریم میگیم علم های اهل تن، نه، علم حقیقی. و ان اردت العلم، اگر واقعا این علم رو تو میخوای، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، در وجود خودته، در وجود خودت حقیقت عبودیت رو تحقق بده. یعنی اگه علم میخوای، جوهر علم حقیقت عبودیته. اگه تو رام بشی، اگه تو صاف بشی، اگه تو خالص بشی، اگه تو آینه بشی، جمال پری طلعتان در این آینه منعکس میشه. دیگه یادت که بری بخونی که دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. یادتون بیاد اونایی که مرسی مولانا میان، داستان رومیا و کیا ها چینی ها، درست شد؟ داستان رومیا و چینی ها که مولانا تصویر میکنن که رومی ها دیوار رو سیقل زدن، چینی ها شروع کردن به چی؟ به نقاشی کردن. چینی ها و رومی ها بینشون یک مسابقه صورت گرفت، پادشاه یک مسابقه صورت داد، اینا میگفتن ما نقاشیم، چینی ها خیلی زبردست بودن. بعد پادشاه گفت خیلی خوب، شما شروع کنید به نقاشی کردن. روی این دیوار اینا شروع کردن نقاشی کردن و مساله هم از دربار براشون می آمد، نقاشی میکردن. رومی ها اومدن اینور گفتن که ما اصلا نه قلم میخوایم، هیچی نمیخوایم، ما فقط میخوایم سیقل بزنیم، این دیوار رو سیقل بزنیم، سیقل بزنیم، تمام اون زوائدش رو پاک میکنیم به شکل آینه بشه. این وسط هم یه پرده بود، اونا داشتن زحمت میکنن نقاشی میکردن، اینا فقط سیقل میزنن. بعد روز موعود که شد، شاه اومد اول نقاشی اونا رو دید، اصلا شاه دیگه مونده چقدر قشنگ، چقدر زیبا، اومد این وقت پرده رو که کشیدن، اون چه که اینا کشیده بودن در این آینه منعکس شد. مولانا میگه که این همون دل عارفان است، این دلیست که زنگار زدایی شده است از گناه. وقتی زنگار زدایی میشه، جمال پری طلعتان در اون جلوه میکنه. خدا ظاهر است، ما باطنی، این رو عارف به ما میگه. ما فکر میکنیم که عالم ظاهر است و خدا باطن است، میگه نه اتفاقا، عالم باطن است، خدا ظاهر است، تو پنهانی، اون ظاهر است، تو ظهور کن، اونم بر تو ظهور میکنن. بنابراین اینجا میگه که حقیقت العبودیت مطلب العلم به استعماله. نگاه کن امام صادق میگه اگه علم میخوای باید عمل بکنی، طریق رافتن علم حقیقی عمل به اون چیزایی که آدم میدونه. اگه آدم به اون چیزایی که میدونه عمل بکنه، به علم حقیقی میرسه. و استفهم الله یفهم، که از خدا بخواه، طلب فهم کن، خدا به تو میفهمونه. در قرآن هم هست اتقوا الله شما تقوا بشی کنید، یعلمکم الله، خدا به شما تعلیم میده. قلت یا شریف، من گفتم به امام صادق، گفتم جناب آقا سر، فقال قل یا ابا عبدالله، بگو چی میخوای بگی. قلت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت رو برای من بگو. یعنی الان تو این مجلس خانم ها آقایونی که نشستن در مکتب امام سجاد و فرزندشون امام صادق، ما میخوایم ببینیم به اون عبودیت رسیدیم یا نرسیدیم. قال از ثلاثت و اشیا، سه تا نشانه داره این مقام عبودیت. این که ان لا یرد عبد نفسهی فی ما خبله الله ملکا، این که انسان به جایی برسه که برای هیچ چیزی رو ملک خودش ندونه. یعنی الان خودش رو خالی 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 ببینه، خودش رو اوریان ببینه، خودش رو از دست رفته ببینه، هر آنچه که داره ندارم، به اینجا برسه. یعنی بگه که الملک لله، قل اللهم مالک الملک، تو قلت الملک کمن تشا، اون مالک است. لأن العبیده لا یکون لهم ملک ملکون، برای اینکه بنده اصلا ملکی نداره. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میدونه. یزعونه و حیث امرهم الله بهی، هر جایی که خدا بهش گفته قرار میده. این نشانه اول. نشانه اول این که خوب توجه بفرمایید، نشانه اول این که این هیچ مالکیتی برای خودش قائم نباشه. اگه شما مالکیت مطلق برای خودت قائم بودی، همین که پشت کامیونو می‌نویسن در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت به روزی نزد ماست، این شعره. اما ما بهش برسیم، توجه کن، ما به این برسیم، یعنی انسان برسد به اینکه مالک چیزی نیست. این اولین شرط عبودیت است. خب دوم، حالا توضیح میدم، بلا یدبر العبد لنفسه تدبیرا،
اصلا مدیر و مدبر برای خودش نباشه. یعنی چی؟ بر اینی که ما نتیجه گرفتیم در عالم انقدر حوادث وجود داره که مدبرش ما نیستیم، مدبرش ما نیستیم. مدبرش اگر اعتقاد داریم که خداونده است، اگر انسان به این حقیقت برسد که مدبر اصلی خداست، مدبر اصلی خدا، اگر به این برسد این حقیقت عبودیت است. خب حالا شما رسیدی یا نرسیدی؟ من رسیدم یا نرسیدم؟ نرسیدم، برای که من مرتبا شکایت میکنم، اصلا میگم اگه دست من بود من یه جور دیگه زندگی رو درست میکردم، اگه من جای خدا بودم این کارو میکردم. این دلیل بعدی است که من خودم رو مدبر میدونم. و سوم و جمله اشتغاله، تمام اشتغال و اهتمام او، فیما امره تعالی بهی و نهاه عنه، تمام اشتغالش به اینه که چه چیزی منو به حقیقت میرسونه. خدا امر کرده یعنی منو به اون حقیقت میرسونه و منو از اون حقیقت دور میکنه. اگر این سه نشانه در کسی بود، اون به حقیقت عبودیت رسیده. حالا توضیح میشه میباشم. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خبره الله تعالی ملكاً، اگر انسان به این حقیقت رسید که این ملک من نیست، این ملک من نیست، این ملک من نیست، یعنی اینا دارایی های ما هست اما واقعا دارایی ما نیست، اصلا ما اینا نیستیم، اگه من به این رسیدم، امام صادق میفرماید که هان علیه الانفاق و فیما امره الله تعالی، براش خیلی راحت میشه انفاق در اون چیزی که خدا میگه انفاق کنید، قرض الحسنه به من بدید. اگه خدا نمیگه قرض الحسنه به من بدید، ولی بنده که میخوام کمک بکنم برای خدا، دستم میلرزه، دستم که تو جیبم میره دستم میلرزه. این نشان دهنده است که من به مقام عبودیت نرسیدم، اینو من خودم رو مالک این میدونم. بنابراین میفرماید که انفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فی، این براش آسون میشه. و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره، اگه تفویض بکنه همه امورشو به خدا، یعنی بگه مدبر اون است، هان علیه مصائب دنیا، بر او آسان میشه، مصیبت های دنیا بر او آسان میشه، مصیبت های دنیا رو به راحتی تحمل میکنه، به خاطر اینکه میگه من که مدبر نیستم، من نمیتونم، من فقط باید کنش داشته باشم، من نمیتونم خواسته ای داشته باشم که 100% به اون خواسته خودم برسم، نه، درد و رنج یک امر ناگزیر است در دنیا، ناگزیر است در دنیا، بله. و اذا اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه، اگر انسان تمام اهتمامش به امر خدا باشد، لا یتفرق منهما الى المراء و المباهات مع الناس، دیگه این اینقدر جدال با دیگران نمیکنه، اینقدر خودخواهی نداره، اینقدر مباهات، یعنی عرض کنم که شخصیت نمایشی که من اینم، اگه واقعا به اینجا برسه، چون براش خلق و خدا و ابلیس و حالا در مرحله بعدیش میگه، عرض کنم که دنیا براش آسان میشه. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، وقتی که خداوند گرامی داشت بنده رو به این سه تا صفت، هان علیه دنیا برای او دیگه آسان میشه، دنیا برای او کوچیک میشه، دنیا برای او پایین میاد. و ابلیس و خلق، من شیطان و خلق دیگه با شیطان درگیر نیست، چون درگیری با شیطان مال متوسطینه، کسانی که به حقیقت عبودیت میرسن دیگه درگیری با شیطان ندارن. ولی آیت رو با دنیا تکاثرن و تفاخرن، دنیا رو طلب نمیکنه به خاطر تکاثر و تفاخر. ببین امام صادق نمیگه دنبال دنیا نمیره، دنبال دنیا میره، اما دنبال دنیا نمیره به خاطر تکاثر، یعنی کثرت خواهی، چون دنیا مزرعه است، من کثرت خواهی بکنم، و تفاخر که من فخر هم که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و البنون، این جمله همون رو میگه. ولا یطلب ما عند الناس عزن و علوان، چشمش دنبال اون چیزی نیست که تو دست مردمه به خاطر اینکه به یه عزتی برسه، به یه علوی برسه. ولا ید و ایامه و باطلا، و با ایام خودش و روزگار خودش هم باطل نمی کنه. فهازا اول درجه تقا، این اولین درجه تقواست. قال الله تبارک و تعالی، نگاه کنید این آیه قرآن رو، امام صادق خوب توجه کنید، خدا میگه تلک دار الاخره، ما اون دار آخرت رو، دار آخرت فکر نکنید یعنی تو جهنم و بهشت و اینا، دار آخرت یعنی اون همین اینجا، اون دار آخرت هست، همین درک دار آخرت همین اینجا، اون
موقعیتی که من به حق میرسم، بهشت خودم رو کشف میکنم، جهنم خودم رو کشف میکنم، حقیقت خودم رو میبینم، اتصال خودم رو با اون مشاهده میکنم، اونو برای کیا قرار دادم؟ تلک دار الاخره نجعلها خود قدرتون للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی که اراده علو نکنن، اراده برتری نکنن. اگه من اراده علو بکنم، اراده هی اراده کنم هرس بزنم برتر بشم از شما، هی این مسابقه، تو این مسابقه که من دارم میرم تمام اهتمامم میاد روی این مسابقه، دیگه اهتمام به امر قدسی ندارم که. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. خب حالا این آخرین فرازش هم بگم تموم شد. اینجا معارف رو گفت، امام صادق به او گفت حقیقت عبودیت رو خواستم بگم. حالا اینجا میگه قول تو یا ابا عبدالله اوسنی، به من یه توصیه بکنید از فردا عمل کنم، میخوام مدیتیشن عملی هم داشته باشم. اینا معارف بود فهمیدم. قال اوسی کرد به تسعت اشیا، من به نه چیز رو وصیت، این نه چیز رو ببین شما عمل میکنید توی زندگی. فإنها وصيتي لمريدي الطريق الى الله، این وصیت امام صادق برای هر کسی که مرید منه، مرید منه، مرید من در راه خداست، یعنی مرید یعنی چی؟ یعنی اراده کننده. والله اسأل ان توفقك لاستعمالي، از خدا هم میخوام که تو رو در عمل به اینها موفق کنه. ثلاثه منها، سه تا از اونها برای ریاضت است، ریاضت نفس، و ثلاثه منها فی الحلم، سه تای اونها برای اینکه نفست حلیم بشه، بردبار بشه. و ثلاثه منها فی العلم فاحفظها و ایاک متهاون بها، اونها رو حفظ کن و مبادا سستی بکن. قال عنوان ففرخت و قلبی لهو، تمام قلبم رو خالی کردم ببینم چی میخواد. اما نباتی فی الریاضه، اما اون سه تایی که برای ریاضته. فا ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، چیزی که اشتها نداری نخور، از فردا عمل کن، یعنی وقتی سیری غذا نخور. فَإِنَّكَ يُورِسُ الْحِمَاقَهْ وَالْبَلَحْ، اون اگر وقتی سیری غذا بخوری احمق میشی و نادان میشی، اون ارث میاره تو رو بگیر. وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، وقتی گرسنه هستی بخور. وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا، وقتی هم که میخوری حلال بخور. فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَصُلْصٌ، اگر هم خواستی بخوری یک سوم برای تعامت باشه، یک سوم برای شرابت باشه، یک سوم برای نفس کشیدن باشه. این طور نباشه که من بخواهی نتونی نفس. و اما لباتی فل هم، اما اون ستایی که برای حلم است. فمن قال لکه، اگر کسی به تو گفت این قلت واحده سمعت و عشرا، اگر گفت، اگر کسی به تو گفت، اگر یکی بگی ده تا میشنوی، یا اینطوری کرد بهت، اگه یکی بگی ده تا میشنه، تو چی بگو؟ فقو امقول تا اشرن لم تسمع واحده، اگه ده تا بگی یکی هم نمیشنه. اینطوری باش، میتونی باشی؟ اصلا نگو. مثلا شما یکی داره با تا حرف میزنه، میگیره حرفش تموم میشه، آقا شروع پدر تو در نوزم چون مسرسل ده 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 مسرسل میاد و میزنه. نه نه این کار نکن، هر یعنی خود کنترل کن، کنترل کن، نگو اصلا نگو بلشون. این قلت اشرن لم تسمع واحده، و من شتمت هم، اگر یک کسی به تو تهمتی زد، حرفی زد، فقط نگو. این کنت صادقا، اگه تو با من راست میگی من هستم، فی ما ترو، فاسال الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که منو ببخشه. و این کنت کاذبا فی ما ترو، اما اون چیزی که تو میگی و دروغ باشه، اسال الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که تو رو ببخشه. همین دیگه، بحث نکن تا به حلم برسی، به حلیم برسی. مالک اشتر داره میره از کنار کوچه رد میشه، چند تا از این جوانا وایسادن نمیشناسن این چیه، که یکی از فرماندارهای علی علیه السلام یک هسته خرما به سمتش پرت میکنه تو سر مالک اشتر، یک حالت اینطوری مسخره. بعد مالک هم میره بعد یه نفر میاد میگه شما نمیدونید ایشون کیه، این حاکم بصره است، مالک اشتره، پدر در در میارن، الان میبرن اوین، پدر در میارن. این دوی دنبال اینکه اوین نبرنش نگیرن، دوی دنبال مالک اشتر. مالک اشتر رفت تو مسجد نماز خوند، اومد بیرون گفت آخو ببخشید تو رو خدا من عفو کنیم. گفت جوان من اصلا مسجد نمیخواستم برم، من فقط اومدم اینجا نماز بکنم، خدا تو رو ببخش. برخورد نماینده علی با من. حالا شما دیگه ببینید حکومت علیوار چجوری هست. فی ما تقول، و
و من وعده که بالخنا، اگه کسی تهدیدت کرد، فحشت داد، تهدیدت کرد، فعده به نصیحه و رعا، نصیحتش کن، خیر خواهی کن. و اما لغاتی فی العلم، اما اون ستایی که برای علم است، فسأل العلماء ما جهل تعییا کرد، هم تسألهم تعننا و تجربتن. اول اینکه هر برو در خدمت علما، یعنی کسایی که آگاهن، از اونها سوال کن. قرآن میگه که چی؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید از اهل ذکر بپرسید. اگه نمیدونید، اینجا هم امام میگه، میگه تعننا و تجربتن نباشه. یه وقت هست که شما از من یه سوالی میکنید، بعد میره اون میخواست میگی که سوال کردم ببینم بلده. امام میگه این کارو نکن. وقتی نمیدونی سوال کن. نه اینکه میگه حالا شما میدونی؟ حالا من نمیدونی من. توی مجلسی میشینه میخواد خودشو مطرح کنه. آقا شما جواب این سوالو میدونی؟ بله. جواب سوالو میدونی؟ یه استادی رفت سر کلاس گفت هر کس گفت تو دامن من چیه؟ تمام 15 تا تخم مرغ بشه. گفتم استاد چه راهنمایی بفرمایید. گفت آقا تمام 15 تا تخم مرغ بهش میدم هر کس گفت تو دامن من چیه. گفتم آقا راهنمایی بفرمایید. آقا من نمیدونم. گفت آقا پوستش سفیده. سفتم است. میشکنه یه لابی داره. من زرد. فکر کردی که بلند شد آقا این شلغم تو شبیه گذاشتن آقا سوال کن، سوال کن، اما هدف فهمیدن باشد، تعننن و تجربتن باشد. و اینجا که انت عمل به رأیک شیئن، مبادا به رأیت عمل بکنی. حالا رأی من، آقا من اینطوری روزه میگیرم، من اینطوری دین رو میفهمم. دیگه همه اجتهاد میکنن، همه شدن مرجع تقلید، مجتهد نه، فتوا میدن. آقا من آقا من کار ندارم، من اینطوری عمل میکنم. بله انت عمل به رأیک شیئن و خود به احتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا. در همه امور زندگی احتیاط بکن، احتیاط. وحرف من الفتیا، از فتوا دادن پرهیز کن. حربک من الاسد ولا تجعل رغبتک للناس جسرا. مثل اینکه از شیر فرار میکنی، از فتوا دادن فرار. ما هممون فتوا میدیم. شما توی مجلسی امکان نداره ایرانی ها نشسته باشن، شما راجع به این چیزی صحبت کنید، همه شون بگن ما میدونم، یعنی همه نظر در تعجب میدونم، همه نظر میدونم، همه نظر میگه ولا تج از رقبتک، گردن تو برای مردم پل قرار نده.